پافشاری جریان‌های سیاسی و مدنی نتیجه داد. 16 حمل 1393 روز انتخابات اعلام شد. آیا نگرانی در مورد انتخابات آینده پایان یافته است؟ طوفان سنده در آمریکا، از شوق انتخابات تا 36 ساعت پر از دلهره در 12 ایالت. سلام و وقت شما بخیر. به فراخبر با من یما سیاوش خوش آمدید. کمیسیون انتخابات افغانستان 16 ماه عمل 1393 را روز برگزاری انتخابات آینده ریاست جمهوری اعلام کرده است. اعلام تاریخ برگزاری انتخابات آینده یکی از خواستهای نهادهای مدنی و احزاب سیاسی در افغانستان بود. احزابی که حتی هشدار دادند در صورت عدم تمایل حکومت به برگزاری یک انتخابات شفاف و عادلانه، حوادث تلخ اتفاق خواهد افتید. انتخابات آینده ریاست جمهوری پیش از خروج کامل نظامیان خارجی از افغانستان برگزار می شود. ماه گذشته مجلس نمایندگان قانون تشکیل و صلاحیت‌های کمیسیون انتخابات را با 2 نماینده خارجی در ترکیب کمیسیون رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی تصویب کرد، اما رئیس جمهور کرزی به دلیل مخالفت با حضور 2 عضو خارجی در ترکیب این کمیسیون این قانون را توشیح نکرده است. اما با اعلام تاریخ مشخص انتخابات چقدر نگرانی‌ها در مورد انتخابات پایان می‌یابد و آیا اعلام زمان برگزاری انتخابات در 16 حمل 1393 عزم جدی حکومت افغانستان را برای یک انتخابات سالم نشان می‌دهد و یا ترفندی است برای خاموش نمودن نگرانی احزاب سیاسی؟ سنجر سوهیل عضو هیئت مدیره فیفا و احمد سیدی تحلیلگر مسائل سیاسی برای بحث بیشتر با ما هستند. مهمانان عزیز خوش آمدید. آقای سوهیل، واقعا نگرانی‌ها را پایان می‌بخشد اینکه اعلام شده در 16 حمل 1393 انتخابات برگزار خواهد شد؟ من سلام عرض میکنم به شما و به آقای سعیدی و به بیننده‌های محترم. به هر حال اعلان تاریخ برگزاری انتخابات به یک سلسله از ابهاماتی که در رابطه با برگزاری انتخابات بود نقطه پایان میگذاره و الزامات و مسئولیت‌های جدید را پیش پای کمیسیون انتخابات و دولت افغانستان میگذاره تا برای برگزاری انتخابات شفاف و عادلانه و سراسری اقدام بکنه، چرا که نگرانی اصلی اکثر نهادها و سازمانهای سیاسی جامعه مدنی و نهادهایی که در رابطه با انتخابات کار میکنند و حتی مجامع بین المللی، از جمله گروه بین المللی بوران که گزارش اخیرا نشر شد، این بود که احتمالا انتخابات برگزار نشود. حالا وقتی کمیسیون تاریخ برگزاری انتخابات را اعلان میکنه، در واقع این امید به وجود میاد که انتخابات بالاخره در یک تاریخ برگزار میشه و الزامات جدید که عبارت از تهیه ثبت نام، تهیه لیست رای دهنده هاست، توزیع تذکره الکترونیک است، استخدام کارمنداست، آموزش کارمنداست، تعیین و تدوین طرز العمل های کمپاین است، طرز العمل های انتخاباتی است و مسائل متعدد لوجستیکی دیگه که در این زمینه وجود داره. من نسبت به این به اصطلاح تصمیم کمیسیون انتخابات میخوام بگم که یک تصمیم بسیار بجا و درست و بموقع است و در عین زمان این مطابق بر نص صریح قانون اساسی افغانستان هم است. آقای سیدی، در حالی که آقای سهیل گفتند که مطابق بر نص صریح قانون اساسی افغانستان هم است، حالا تجدید شد این حرف در کمیسیون انتخابات، فکر میکنین واقعا لحاظ خواهد شد در 16 حمل 1390 انتخابات؟ اون چرا که کمیسیون انتخابات اعلان کرده که در 16 حمل ما انتخابات برگزار میکنیم، در حال حاضر میتونه به گومگو و ابهاماتی را که وجود داشت خاموش بسازه. اما اون چی که با برگزاری انتخابات شفاف، آزاد و عادلانه در 16 حمل ایجاب میکنه که کمیسیون انتخابات و حکومت گام برداره، این سوالاش که بعدا باید روش بحث کرد. حالا انتخابات اعلان شده، یعنی مردم افغانستان به این نتیجه رسیدن که نکردن انتخابات دیگر حرف میان تهی است. انتخابات صورت میگیره، اما ای که در انتخابات چقدر شفافیت خواهد داشت، کمیسیون انتخابات چی گام های را برمیداره که موردی قناعت مردم افغانستان، احزاب سیاسی و نهادها و جامعه مدنی را فراهم سازه و بالاخره بتونه باورهای جامعه جهانی را فراهم سازه، گام های بعدی است. خیلی سوال، فکر میکنین که در این تاریخی که گفته شده در 16 حمل دولت افغانستان بتونه واقعا یک انتخابات شفاف برگزار بکنن؟ خب ببینین، شفافیت در انتخابات یک امر نسبی است. باید انتخابات تا حد شفاف برگزار شود که قناعت طرفین را
در رابطه به نتایج انتخابات به اصطلاح جلب بکنه. بنابراین ما به هیچ صورت گفته نمیتونیم که انتخابات 100% شفاف با توجه به وضعیتی که در افغانستان داریم و با توجه به تجربه های متاسفانه ناقصی که در دو انتخابات گذشته داشتیم، ما انتخابات سالم و شفاف خواهیم داشت. ولی میتونه یک سلسله اقدامات و به اصطلاح گام های برداشته شود که این گام ها یک مقدار تضمین بکنه شفافیت را. از جمله ببینین، مثلا کمیسیون انتخابات ملزم است که کسانی را که در گذشته در کمیسیون انتخابات به عنوان کارمند مراکز رای دهی کار کرده و اینا متهم هستند، مزنون هستند به انجام تخلف و تقلب، اینا را دوباره استخدام نکنه، مجددا استخدام نکنه. چرا؟ امو آدم هایی که در انتخابات گذشته تقلب کردن و تخلف کردن، احتمالش 100% وجود داره که بار دیگه هم تقلب بکنن و تخلف بکنن. مورد دیگه مسئله رای دهنده هاست. متاسفانه خب بر اساس آماری که وجود داره 12.5 میلیون رای به اصطلاح واجد شرایط رای دهی در افغانستان وجود داره، اما 16 تا 17 میلیون کارت رای دهی توزیع شده. بنابراین این خودش به صورت طبیعی شرایط را برای تقلب فراهم می‌سازد. یکی از الزامات اساسی برای برگزاری انتخابات شفاف و عادلانه این است که سرشماری صورت بگیره، تذکره الکترونیک توزیع شود تا جلو تقلب گرفته شود. کمیسیون انتخابات گفته که در حال حاضر هزینه‌ش هم نداره و دولت افغانستان این کار را نخواهد کرد. اما این تصمیمی که در 16 عمل 1390 انتخابات برگزار خواهد شد، ظاهرا بر اساس هشدارهایی بوده که احزاب سیاسی و جامعه مدنی افغانستان دادن به دولت افغانستان. فکر نمی‌کنین که این جدول زمانی هم دچار تغییر شود وقتی که زمان عمل فرا برسد در موعد مقرر؟ ببینین، بدون شک فشار متحد و متحدانه جریان‌های سیاسی و جامعه مدنی افغانستان و از جمله بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان در رابطه به اعلان ازی به اصطلاح تاریخ مؤثر بوده، فشارهای بین‌المللی هم بوده. ولی در عین زمان فراموش نکنیم که این یک مسئولیت قانونی کمیسیون انتخابات است تا تاریخ را مطابق به نص قانون نص سری قانون اساسی اعلام کنیم. ولی شما شاهد هستین که انتخابات های گذشته در زمان مقرر دایر نشد؟ بله، متاسفانه مشکلات لوجستیکی، بی تجربگی و یک مقدارم الزامات سیاسی باعث شد که چنین یک اتفاقی بیفته. ولی واقعیت مسئله است که ما تا زمان برگزاری انتخابات که در به اصطلاح بهار سال 1393 برگزار میشه، حدود یک سال و نیم وقت خواهیم داشت. یک سال و نیم فرصت. ولی فکر نمی‌کنید که این تصمیم ظاهرا به این دلیل که احزاب سیاسی و جامعه مدنی خاموش شوند و این نگرانی‌هایی را که دارن حالا به نحو پاسخ داده شود در این زمان؟ به هیچ صورت. به خاطر اینکه من پیشتر در صحبت خود گفتم که اعلان تاریخ برگزاری انتخابات یک سلسله مسئولیت‌ها و الزامات جدید را پیش پای کمیسیون انتخابات می‌گذاره که باید اونا را انجام بده. چرا تنها اعلان تاریخ برگزاری انتخابات به صورت به اصطلاح انفرادی و محض کافی نیست؟ ولی بهانه‌های جدی هم میتونه وجود داشته باشه، از جمله مسئله سرما که شما در 16 عمل خیلی از مناطق را دارین که رفتن به اونجا خیلی خب دشوار خواهد بود. با مسئله امنیت همچنان. بله، دو تا مسئله است. بله، در رابطه با مسئله خب مشکل قانون اساسی است که قانون اساسی گفته که مثلا دوره کاری رئیس جمهور اول جوزای سال پنجم تمام میشه. بنابراین انتخابات 30 الی 60 روز پیشتر از او باید برگزار شود. این نص سری قانون اساسی است. در اینکه در رابطه با مسئله سرما شما گفتین، خب مشکل سرما در بعضی از مناطق وجود داره، ولی بر اساس تقویم تعلیمی افغانستان مکاتب افغانستان در دوی عمل باز میشه. در سراسر افغانستان حداقل در مناطق سردسیر باز میشه مکاتب. وقتی که کودکی که مثلا صنف اول مکتب است میتونه به مکتب خود در دوی عمل حاضر شوه، یک رای دهنده به اصطلاح بالغ 18 ساله میتونه که برای به یک مرکز رای دهی و رای خود را بندازه. مشکل من بیشتر از این که مثلا به این مشکلات توجه داشته باشم، به این فکر میکنم که این تاریخ از لحاظ به اصطلاح برگزاری کمپاین ها یک سلسله مشکلات را ایجاد میکنه. چرا؟ دوران کمپاین که دو ماه قبل از به اصطلاح روز برگزاری انتخابات باشه، دوران بسیار سرد است و چون اکثر کمپاین ها در فضای باز برپا می شود، این یک مقدار به اصطلاح شرایط را و تسهیلات را کم می سازد و میزان مشارکت مردم را برای حضور در جلسات کمپاین
کاهش میده. آقای سیدی، فکر نمیکنید شما که هنوز بهانه‌های جدی در دست حکومت و کمیسیون باشه برای اینکه مشکلات امنیتی را بهانه بیارن و یا مسئله سرما را؟ حکومت افغانستان یا کمیسیون انتخابات بدون اونچی که انتخابات را اعلان کرده و باید اعلان کنه چاره دیگری نداشت، به خاطر اینکه کمک‌های جامعه جهانی مشروط بر انتخابات در افغانستان است. یعنی جامعه جهانی در کنفرانس جاپان و شیکاگو اعلان کردن که ما دوام کمک‌های ما مشروط و منوط بر انتخابات افغانستان است. اگر افغانستان انتخاباتی را برگزار نکنه دیگر کمک جامعه جهانی وجود نخواهد داشت. دوم، ما بدون انتخابات راه دیگری برای زدودن بحران در کشور نداریم. اما کارت‌هایی را که در گذشته تجربه شده که زیادتر جهل بوده دو، اگر کمیسیون انتخابات او کارت‌ها را مدار اعتبار می‌داند، کارت‌های گذشته را، مردم افغانستان حق دارند فرد فردشان که بر انتخابات آینده به خاطر شفافیت آن شک داشته باشند و حق دارند که از همین لحظه اون را انتخابات غیر شفاف بگویند. اما حکومت افغانستان ملزم به اجراءات و تحمل قانون اساسی است. قانون اساسی اون چیزی را که جناب بیشتر از این ملزم بوده اما حکم کرده. ولی به در زمان مشخص برگزار نشد انتخابات. شما شاهد هستین. قانون شکنی های گذشته، باور نکردن به قانون اساسی و زیر پا کردن باعث ازی شد که هر روز در بحران کشور افسودی به عمل آمد. یک بار دیگر اگر قانون شکنی کنن باز جلویش گرفتن خیلی دشوار خواهد بود. حالا با راه‌های غلطی که در گذشته رفتن قانون زیر پا کردن، بعد ازی باید نروند. خب در مورد کارت‌های گذشته آقای سهیل، فکر می‌کنین که در این زمانی که باقی مانده با توجه به آنچه که کمیسیون انتخابات گفته در این کارت‌ها تجدید نظر خواهد شد؟ اگر نشه چی؟ از لحاظ لوجستیکی ظاهراً توزیع تذکره الکترونیک ممکن نیست، برای اینکه بر اساس صحبت‌هایی که وزارت امور داخله و وزارت مخابرات کرده ظاهراً این برنامه 3 سال وقت را در بر می‌گیره، توزیع تذکره الکترونیک. بنابراین تا زمان برگزاری انتخابات ما تذکره الکترونیک نخواهیم داشت. ولی من فکر می‌کنم که امکان از این که یک مقدار به اصطلاح همین کارت‌های موجود به اصطلاح تدقیق شوند، تفکیک شوند و به اصطلاح ای کارت ها به صورت به اصطلاح تفکیک شوند که مورد به اصطلاح استفاده مجدد و مکرر قرار نگیرند در جریان انتخابات، امکانش وجود داره. ولی در این زمان من میگم که بحث رو بیان به این شیوه بگذاریم که خب توزیع تذکره الکترونیک یکی از الزامات اساسی رفتن به یک جامعه دموکراتیک است، به یک جامعه شفاف است، برای برگزاری انتخابات سالم و برای تفکیک موقعیت اقوام و افراد ساکن و متوطن در کشور. دولت نباید بنابر دلایل لوجستیکی این پروسه ملی را به تأخیر بندازد. گیریم که اگر تذکره الکترونیک ما قادر نشویم که در سال 1393 استفاده بکنیم، ولی حداقل ما ایره داشته باشیم تو در انتخابات بعدی، در انتخابات پارلمانی استفاده بکنیم، در انتخابات های بعدی استفاده بکنیم. بنابراین این به عنوان یک الزام وجود داره و باید حکومت این برنامه را عملی بکنه. نهادهای سیاسی، احزاب، جامعه مدنی افغانستان و جامعه بین المللی باید فشار بیارن که این برنامه باید تطبیق شود. نکته ای که در مورد مسئله قانون شکنی گفتن، بله متاسفانه قانون شکنی صورت گرفته، اما قانون شکنی های گذشته نباید دستاویزی برای قانون شکنی های آینده شود. ما باید چه تضمینی میتونه داده شود سوی حکومت افغانستان که باز هم یک چنین قانون شکنی تکرار یکی از تضمین های کلانی است که چون دوره کاری رئیس جمهور کرزی به پایان میرسه، رئیس جمهور کرزی به عنوان نخستین رئیس جمهور دموکراتیک و منتخب افغانستان میتونه از خودش یک میراث بزرگ را برای افغانستان جدید به ارمغان بگذاره. و اوی است که اگر رئیس جمهور متعهد به برگزاری یک انتخابات سالم و شفاف شوه، مطمئنن که انتخابات ما به مراتب از دو تجربه قبلی کرده بهتر برگزار خواهد شد. و اگر رئیس جمهور این تعهد را به اصطلاح عملی بکنه، مطمئنن که نام رئیس جمهور در تاریخ افغانستان به عنوان یک رئیس جمهور به اصطلاح دلسوز وفادار به ارزش‌های دموکراتیک ثبت خواهد شد. آقای سیدی، حالا عدم موافقت رئیس جمهور با دو عضو خارجی در کمیسیون شکایات انتخاباتی
یکی از موضوعات اساسی است که این قانون از سوی مجلس تصویب شده، رئیس جمهور توشیح نکرده. فکر میکنین چه تأثیری خواهد گذاشت در انتخابات بعدی اگر رئیس جمهور روی این نکته پافی بفشاره؟ من چرا که صحبت‌های جناب رئیس جمهور شنیدم که گفتن که حضور دو نفر در کمیسیون بررسی شکایات انتخابات، دو نفر خارجی، نقص تمامیت ارضی و استقلال افغانستان است. من فکر میکنم جناب رئیس جمهور اشتباه کردن یا این اشخاص اشتباه گرفتن. این آدم ها عضو یک مملکت نیستند که از پاکستان آمدشان ایران. اینا عضویت ملل متحد دارن. ملل متحد یک مملکت نیست، یک کشور نیست. ملل متحد مرجع و منبع است که افغانستان هم خوشبختانه عضویتش داره. بنان کسانی که از نماینده ملل متحد هستند، اونها بی‌طرفی خود حفظ میکنن و هرگز یعنی نقص استقلال و تمامیت ارضی افغانستان مد نظر نیست. اگر اینها ایتامی بود که فیصله میشد که دو نفر پاکستانی میاد یا دو نفر ایرانی یا دو نفر آمریکایی میاد، درست بود. من فکر میکنم رئیس جمهور درست نفهموندن. اینا عضویت ملل متحد داره و اینا در کمیسیون بررسی شکایات هستن. حالا چون گفتم میشه که اون مرجع تصمیم گیر هست، به این دلیل عضویت دادن خارجی میتونه ناقض منافع ملی افغانستان باشه؟ چرا؟ دفتر یونیما حضور ملل متحد در افغانستان همیل زنیست. اگر حضور دو نفر در کمیسیون انتخابات خلاف نرمها و تمامیت ارضی و استقلال افغانستان و حضور ملل متحد جامعه جهانی که در افغانستان کمک میکنه، خیلی اینا خلاف تمام ارزش‌های استقلال و آزادی کشور است. دفترشون اون به شهر اینا است. هر روز به جلسه اشتراک میکنن. من فکر میکنم که شاید به رئیس جمهوری تا گفته باشن که دو نفر از یک مملکت میای، از امریکا می، از اروپا. وقتی که ملل متحد مطرح میشه، شما ببینید مطابق میثاق‌های بین المللی تمام کشورها فیصله ای را که از طریق ملل متحد صورت میگیره یا کسی از ملل متحد در یک کنفرانس یا اشکر، حالا ببینید لختر ابراهیمی در سوریه بین بشار الاسد و مخالفین مذاکره میکنه، اما او یک الجزایری است یا نماینده ملل متحد؟ آقای سوهیل، این مشکل چگونه رفع میشه؟ در وجود دو تا خارجی میتونه یک انتخابات و یک پروسه سالم باشه یا در عدم حضور اینها؟ کمیسیون شکایت انتخاباتی یک نهاد موقتی است و تنها در دوره انتخابات به اصطلاح ایجاد میشه و کار میکنه و فعالیت میکنه. من فکر میکنم که برای تضمین هرچی بیشتر شفافیت در انتخابات وجود این دو تا خارجی الزامی است، هرچند که سه نفر عضو افغان هم در اینجا حضور خواهند داشت. بنابراین وقتی که رأی اکثریت مطرح باشه، باز هم تصمیم گیرنده پنج نفر که پس در این صورت اکثریت اینا هستند. من فکر میکنم که مشورت اینا و به اصطلاح بی‌طرفی از اینا هم از این لحاظ که به اصطلاح متعلق به سازمان ملل متحد هستند و هم از این لحاظ که ارتباطات قومی و فرهنگی و اینا در جامعه افغانی ندارن، بسیار خوب است. چرا که ما میفهمیم که متاسفانه این رابطه های قومی و خانوادگی و منطقه‌ای در مناسبات اداری ما بسیار نقش اساسی را ایفا میکنه و گاهی وقتا در تضاد با پروسه‌های دموکراتیک قرار میگیره. بنابراین خوب است به نظر من که این مورد رعایت شود. و از طرف دیگه چنانچه آقای سعیدی هم اشاره کردن، حضور دو تا خارجی به هیچ صورت نمیتونه نقص حاکمیت ملی باشه، به خاطر از اینکه ما به کمک به اصطلاح فیصله شورای امنیت سازمان ملل متحد امی حکومت را به وجود آوردیم. برای چند سال متعدد آیساف با فیصله شورای امنیت در اینجا فعالیت میکرد، شورای امنیت سازمان ملل متحد تا امروز هم فعالیت میکرد. بنابراین این نقص حاکمیت ملی محسوب نمیشه. ما فکر میکنم که امی به اصطلاح سوء تفاهمی که ایجاد شده، این سوء تفاهم باید اصلاح شوه و برای شفافیت هرچی بیشتر باید این دو نفر عضویت داشته باشه. سپاسگزارم. سنجر سهیل، عضو هیئت مدیره فیفا، و احمد سعیدی، تحلیلگر مسائل سیاسی. ما همچنان از سخنگوی کمیسیون انتخابات هم دعوت کرده بودیم، اما ایشان حاضر نشدند. و با گزارش خبرگزاری شینهوا، مقر اصلی سازمان ملل با صدور بیانیه اعلام کرد که در به خاطر شدت طوفان سندی تعطیل خواهد بود. در شهر نیویورک و در جزیره منهاتن از 375 هزار نفر خواسته شده تا خانه هایشان را ترک کنند. رودخانه های اطراف منهاتن طغیان کرده و آب این رودخانه ها وارد خیابان های شهر شده است. در نتیجه این حوادث، مهمترین شرکت تامین انرژی نیویورک برق حدود 6500 نفر از مشترکان خود را قطع کرده تا طوفان آسیبی بیشتری به مردم وارد نکند. سرعت وزش بادهای ناشی از طوفان در لحظه ورود به خاک ایالت نیوجرسی حدود 129 کیلومتر
بر ساعت بوده است. انتخابات ریاست جمهوری آمریکا سه‌شنبه هفته آینده برگزار می شود و باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا و میترامینی سفرهای انتخاباتی خود را متوقف کردند. حدود 14,000 پرواز در آمریکا لغو شده و حرکت قطارها هم در شمال شرقی آمریکا به تأخیر افتاده است. پیش بینی می شود که طوفان سندی 12 ایالت آمریکا را تا 36 ساعت آینده زیر باد و باران بگیرد. روزنامه دیلی بیست همچنان نگاشته است که اگر اوباما نتواند طوفان را به خوبی مدیریت کند، قطعا مردم ناراضی به رامینی رای خواهند داد. ممکن است خسارات های طوفان درست تاثیر خود را در روز انتخابات بر رای دهندگان بگذارد. اوباما به همین دلیل امید زیادی بر رای دهندگان زودتر از موعد دارد. اما طوفان است و دموکرات و جمهوری خواه نمی شناسد و آمریکا را خواهی نخواهی در خواهد نوردید و بسیاری را ناراضی خواهد کرد. سپاسگزارم از همراهی شما. خدا نگهدارتان.